درباره جوایز ادبی در ایران صحبت کردیم. آیا هنرمندای ایرانی در خارج از کشورم کارشون مورد توجه قرار گرفته یا خبری در این رابطه بود این هفته؟ تقریبا ما همیشه خبر موفقیت های هنرمند های جوان رو در خارج از کشور داریم و این هفته هم یک جایزه مهمی در ایتالیا به یک هنرمند ایرانی داده شده و به اسم آقای سیاوش طلایی. و این جایزه به اسم امانوئل یکی از جوایزی هستش که به استعدادهای برتر زیر 40 سال در دنیا اهدا میشه. ایشون فارغ التحصیل رشته نقاشی هستند در فلورانس و اینکه من با خود ایشون هم امروز صحبت کردم درباره کارشون، درباره اینکه به چه شکلی در واقع موفقیت رو به دست آوردن و ایشون هم یک مصاحبه با ما انجام دادن. میبینیم تالنت پرایز یا مسابقه استعدادهای برتر ایتالیا از مهمترین مسابقات هنرهای تجسمی ایتالیا هست و مختص هنرمندان زیر 40 سال. امسال 11 دوره اون هستش و هر ساله 4 جایزه از طرف بنیادهای حامی هنر جهت معرفی هنرمندان جوان به اونها اختصاص داده میشه. امسال اولین سالی هستش که جایزه 5 تحت عنوان امانوئل که از افراد شاخص حامی هنر در ایتالیا هستش از طرف بنیاد روم و بنیاد ترزو پیلاستر به من اختصاص داده شده و هر ساله در موزه ماکرو و امسال در ماتاتوی که بخش نمایشگاه غیردامی موزه ماکرو هستش نمایشگاه برندگان این مسابقه برگزار میشه که امسال از 15 دسامبر تا 13 ژانویه این مسابقه برقرار هستش. مسلماً استعدادهای درخشانی در نسل نو هنرمندان ایران وجود دارند، علی‌خصوص رده‌های سنی بین 20 تا 30 سال، اما من فکر کنم اونطور که باید و شاید نتونستن در عرصه بین‌المللی موفقیتی که باید و شاید کسب کنن. و از موانعی که میتونم اشاره کنم، موانعی هستش که در مسافرت اتباع ایرانی هستش که این یه مشکل بزرگی هستش. درسته که مسابقات یک راه میونبر هستش برای حضور در عرصه بین المللی، ولی حضور فیزیکی خیلی مهم هستش وقتی هنرمند میخواد با گالری ها کار بکنه و همه چیز از طریق اینترنت انجام نمیشه. مورد دوم هزینه ها هستش که با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی فعلی که در ایران هستش حضور فردی و حضور گالری ها رو محدود میکنه در عرصه بین المللی. و موضوع سوم هم این هستش که اصولا بسیاری از کشورهای اروپایی مثل ایتالیا که من شناختم اصولا راه باز کردن و راه پیدا کردن به هنر معاصر در اونها بسیار دشوار هستش و این مختص حتی یک فرد ایرانی نیستش، برای هنرمندای جوان خودشون هم همینطور هستش. خب شبنم، قبل از اینکه بریم به موضوع بعدی توضیح کوچیک داشتی راجع به عکسایی که بود. آره دقیقا، این در واقع این نقاشی هایی هستش که در نمایشگاهی که اخیرا هم ایشون در تهران داشتن تو اسفند ماه گذشته در واقع در تهران داشتن در گالری او به نمایش در اومد و خیلی هم اونجا ازش استقبال شد. همین رو می‌خواستم بگم. بسیار عالی شبنم.